رهبر دانشگاه کابل، برخ دختران در دانشگاه لباسهای را می پوشند که غربی ها هم نمی پوشند. طالبان برای وزارت تحصیلات عالی مأمور امرالمعروف گماشته است. وزیر دفاع پیشین کشور درگذشت و پیشوی نیروهای جبهه مقاومت تا مرکز پنجشیر. در مکتوبی که جلسه شورای رهبری دانشگاه کابل در اختیار آماج قرار گرفتن نشان می‌دهد که شورای رهبری این دانشگاه از نوع پوشش و حجاب دختران دانشجو ناراضند. در این مکتوب آمده که مولوی محمد علم حقانی معاون امور مالی و اداری دانشگاه کابل گفته است که در صورت عدم رعایت حجاب اسلامی آموزش علم و دانش یک امر بیهوده بوده و عاری از مفاد می‌باشد. او افزود طوری که دیده می شود برخی از دختران با لباسهای به دانشگاه می آیند که نه تنها شایسته یک دختر مسلمان نیست بلکه غربی ها نیز چنین لباسهای را نمی پوشند. در مکتوب به نقل است دکتر اسامه عزیز رئیس دانشگاه کابل ذکر شده است که پوشیدن پدلون و چپن به هیچ وجه حجاب تلقی نمی شود. رئیس دانشگاه کابل گفته که همه استادان وظیفه دارند تا چند دقیقه اول ساعت درسی را برای ترغیب دانشجویان به رعایت حجاب اسلامی اختصاص دهند. اسامه عزیز افزود شمار اندک وجود دارد که نه تنها خود پوشیدن حجاب را مراد نمی کنند بلکه دیگران را نیز به بی‌حجابی تشویق می کنند. در این نشست تاکید شده است که دانشجویان اجازه استفاده از موبایل برای گرفتن عکس و ویدیو را ندارند و اگر کسی دست به چنین اعمال بزند شناسایی و مورد بازپرس قرار می گیرد. در این مکتوب ذکر شده است که دانشجویان اوناز پیش از چاشت می توانند از 3 دروازه شمالی، جنوبی و شرقی برای ورود به دانشگاه و از دروازه مهمانخانه و دروازه شمالی برای بیرون شدن استفاده کنند و دانشجویان ذکور پس از چاشت برای داخل شدن به دانشگاه می توانند از دروازه های جنوبی و شرقی و بیرون شدن از دروازه های شمالی و جنوبی استفاده می کنند. اما دانشجویان با آماج می گویند که نیروهای طالبان تا زمانی که حتی یک دختر داخل دانشگاه باشد به پسران اجازه ورود به داخل دانشگاه را نمی دهند. به گفته دانشجویان طالبان فقط از یک دروازه اجازه ورود به پسران را می دهند و آنان تا داخل دانشگاه می شوند که یک ساعت را زمان می برد. با این حال منابع با آماج می گویند که وزیر تحصیلات عالی طالبان رئیس دانشگاه کابل را احضار کرده و با عصبانیت از حضور دختر پسر در دانشگاه انتقاد کرده و گفته است که باید تا بعد از 11 بجه پیش از چاشت هیچ دختر در دانشگاه نباشد. طالبان برای وزارت تحصیلات عالی مأمور امرالمعروف گماشتند. ادلایه‌ای که به دست خبرگزاری افق رسیده نشان می‌دهد که حکومت طالبان یک عالم دینی را به عنوان رئیس امرالمعروف و نهی از منکر در وزارت تحصیلات عالی مقرر کرده‌اند. این در حالی است که پیش از این مقام‌های طالبان در دانشگاه کابل خواستار رعایت حجاب اسلامی از سوی دانشجویان دختر شده بود. در این اطلاعیه آمده است که رئیس امرالمعروف و نهی از منکر وزارت تحصیلات عالی به دانشجویان خوابگاه دانشگاه پلی‌تکنیک را هر سه شنبه شب از ساعت 8 الی 8:30 درس رهنمودهای دینی می‌دهد. این در حال است که شورای رهبری دانشگاه روز شنبه 14 اوت فیصله کرده است که دختران باید با رعایت حجاب اسلامی وارد دانشگاه شوند. آماج نیوز در صفحه رسمی فیسبوک خود چنین نگاشته است: شهنواز تنی وزیر دفاع پیشین افغانستان درگذشت. شهنواز تنی وزیر دفاع پیشین افغانستان در اثر مرضی در یک شفاخانه در اسلام آباد پاکستان درگذشت. نزدیکان آقای تنی خبر درگذشت او را تایید میکنند. تنی سیاستمدار، جنرال نظامی و یکی از اعضای برجسته حزب دموکراتیک خلق افغانستان در زمان حکومت کمونیستی شوروی در افغانستان بود. خبرهای از جبهه مقاومت. منابع محلی از بازارک ولایت پنجشیر با آزادی نیوز میگوید که همین اکنون درگیری شدید در چند کیلومتری بازارک ولایت پنجشیر میان نیروهای جبهه مقاومت ملی و طالبان جریان دارد، اما تاکنون انگیزه این درگیری روشن نشده است. خبرهای مهم از جهان.
قیمت هر بشکه نفت خام به مرز 130 دلار رسید. جنگ اوکراین و طرح درخواست‌های تازه روسیه در ارتباط با توافق هسته‌ای با ایران قیمت هر بشکه نفت خام برند را به مرز 130 دلار رسانده است. این رشد قیمت در هر بشکه نفت از سال 2008 تا کنون بی‌سابقه است. گزارش‌ها کی است که دولت آمریکا در حال بررسی سفر جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده به عربستان سعودی است تا از این کشور بخواهد تولید نفت خود را افزایش دهد. یک رسانه آمریکایی گزارش داده است که به دلیل افزایش جهانی قیمت انرژی در جهان پس از حمله روسیه به اوکراین این سفر احتمالاً در بهار انجام می‌شود. با این حال سخنگوی کاخ سفید گفت که هنوز چنین سفر اعلام نشده و این گمانه‌زنی ها زود انگام است. گزارش های دیگر آکی از آن است که مقام های امریکا و ونزوئلا در مورد کاهش تحریم های نفتی ونزوئلا نیز گفتگو کردند. با نوشته نیویورک تایمز تعدادی از قانونگذاران امریکایی پیشنهاد کردند که نفت ونزوئلا میتواند جایگزین نفت روسیه شود. ایالات متحده در حال حاضر برای تامین 10% از واردات نفت خام و فرآورده های نفتی خود به روسیه متکی است. روز یک شنبه نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان امریکا در بیانیه ای گفت که قانونگذاران امریکایی در حال بررسی قوانین از جمله ممنوعیت کامل فروش نفت و محصولات انرژی روسیه به ایالات متحده برای منزوی کردن مسکو هستند. با این حال شرکت نفتی اکسون تگزاس اعلام کرده است که در راستای تحریم روسیه به دو غول دیگر نفتی شل و بریتیش پترولیم پیوسته و از پروژه ساخالین کشور روسیه خارج خواهد شد. این شرکت اعلام کرده که پروژه چند میلیارد دلاری نفت و گاز را در روسیه متوقف میکند و سرمایه گذاری بیشتر در این کشور انجام نخواهد داد. از سوی دیگر این غول نفتی امریکایی 30% از پروژه جزیره ساخالین را در اختیار دارد و با دو تولید کننده نفتی دیگر شرکت ژاپنی سودگو و شرکت هندی اوانجیسی ویدش در این پروژه سهیم است. قیمت نفت در حال افزایش یافته است که وزیر صنایع ژاپن در بیانیه اعلام کرده که اعضای آژانس جهانی انرژی توافق کردند که به طور مجموعی 60 میلیارد بشکه از ذخایر خود را روانه بازار کنند تا قیمت نفت را کاهش دهند. آژانس بین‌المللی انرژی 31 عضو دارد که به طور عمده کشورهای صنعتی هستند و امروز جلسه ویژه برگزار می شود. با این حال شرکت نفتی اکسون تگزاس همچنان اعلام کرده که در راستای تحریم روسیه به دو غول دیگر نفتی از شرکت روسی ساخالین خارج می شود. سپاس که تا این دم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر و تازه‌ترین خبرها کانال ما را سابسکرایب نمایید.